خط مهمترین ها. سرنگونی دولت پیشین افغانستان و توافق دوحه. The Taliban has never renounced their linkages with Al-Qaeda or broke their affiliation with them. امارات اسلامی و ایالات متحد همدیگر را به نقض توافق دوحه متهم می‌کنند. دستور برای مدیریت وضعیت. ملا محمد حسن آخوند دستور داده که نیروهای نظامی از محل‌های رهایشی به پایگاه‌های نظامی جابجا شوند. دغه حکومت به هم ټول مجاهدین عملی شي، تطبیق بشي، په دې اړه کوم ستونزې نشته. چالش مالی امروز، ضعف مدیریتی دیروز. روی ترز گزارش داده که هفته ها پیش از سقوط کابل، ذخیره های ارزی در بانک مرکزی افغانستان کاهش یافته بود. و کشته شدن بیش از 100 تن در یک تیراندازی مرگبار در اکوادور. سلام و وقتتان بخیر. به خبر ساعت 5:31 با من ادریس فاروقی خوش آمدید. مقام های بلندپایه نظامی امریکا میگویند که توافقنامه دوحه فروپاشی دولت افغانستان را کلید زد. فرانک کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی ارتش امریکا میگوید که توافق دوحه فروپاشی دولت و نیروهای امنیتی افغانستان را تصریح بخشید. از سوی رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نبوده و روابطشان با القاعده را قطع نکردند. امارات اسلامی اما امریکا را به نقض چندین مورد از توافقنامه دوحه متهم می‌سازد. هادی سحر. اعتراف تلخ امریکا از شکست جنگ 20 ساله این کشور در افغانستان. برای دومین روز است که بالاترین مقام های نظامی امریکا در مورد فروپاشی دولت در افغانستان و کانگرس پاسخ می دهند. رهبران نظامی این کشور پس از مجلس سنا حالا به مجلس نمایندگان فراخوانده شدند. انتقادها از چگونگی پایان طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور هم کم نیست. شمار از قانونگذاران میگویند که با پایان مأموریت نظامی واشنگتن در افغانستان، امنیت امریکا بیش از هر زمان دیگر به خطر افتاده. باور من متاسفانه این است که خانواده های امریکایی امروز نسبت به هر زمان دیگر در کشورشان در معرض خطر حمله قرار دارند. شما از حمله به فرودگاه کابل گفتید. نه، آنها به اینجا آمدند. بمبگذاران انتحاری از مکانهای امن در افغانستان می توانند مانند سال 2001 فعالیت کنند. پس از نزدیک به دو ماه از فروپاشی دولت در افغانستان، رهبران نظامی امریکا حالا از فروپاشی دولت پرده برداشتند. فرانت کنت مکنزی می گوید توافقنامه‌ای که میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 امضا شد، سقوط دولت در افغانستان را کلید زد. من فکر می کنم که امضای توافقنامه دوحه تأثیر ویرانگر بالای دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور داشت. تأثیر روانی آن بیش از هر چیز دیگر بود. ما یک تاریخ مشخص را برای خروج نهایی کردیم و آنها دریافتند که چه وقت تمام کمک ها خاتمه می یابند. لوید آستین وزیر دفاع امریکا هم میگوید که توافقنامه دوحه کمک کرد طالبان قوی تر شود. توافقنامه دوحه روحیه نیروهای امنیتی افغانستان را آسیب زد، به خاطر که بسیاری از نیروهای امنیتی افغانستان به این فکر بودند که آنان در برابر کی و برای چه کسی می جنگند. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا میگوید که طالبان به توافقنامه دوحه پابند نبودند. او تاکید دارد که طالبان روابطشان با القاعده را قطع نکردند.
There were seven conditions applicable to the Taliban. 7 شرط مهم برای طالبان و 8 شرط برای آمریکا وجود داشت. طالبان بالای نیروهای آمریکایی حمله نکرد. این یکی از شرطها بود، اما در اجرای سایر شرطهای دوحه ناکام بود. طالبان هیچگاه روابطشان با القاعده را محکوم و یا قطع نکردند. مهمترین چیز برای منافع ملی آمریکا. اما دولت تازه افغانستان آمریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کند، و ویژه در مسئله رفع نشدن تحریم ها در برابر رهبران آنان و مسدود کردن ذخایر ارزی کشور. دونالد ترامپ که توافق دوحه با طالبان در زمان حکومت او امضا شد، شیوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را احمقانه ترین حرکت نظامی تاریخ این کشور خوانده است. او گفته که تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان یا با مداخله نیروی بزرگ نظامی پس گرفته می شد و یا هم نابود می شد. رئیس وزیران کابینه سرپرست به نیروهای نظامی دستور داده تا خانه‌های مردم را تخلیه کنند و به پایگاه‌های نظامی جابجا شوند. ملا حسن آخوند همچنان در فرمان دیگر دستور داده است که هیچ کس به بهانه جستجوی وسایل نقلیه اجازه وارد شدن به خانه‌های رهایشی و همچنان شرکت‌ها را ندارند. نظامیان امارت اسلامی کم کم دارند وارد تشکیلات منظم می‌شوند. یک ماه پس از فروپاشی دولت پیشین، حالا رئیس وزیران کابینه سرپرست دو فرمان در بخش‌های نظامی صادر کرده است. در فرمان ملا محمد حسن آخوند آمده است که تمامی نیروهای نظامی از خانه‌های رهایشی بیرون شوند و به پایگاه‌های نظامی جابجا شوند. در فرمان دیگر آمده است که هیچ نیروی نظامی نباید به بهانه جستجوی وسایل نقلیه وارد خانه‌های مردم شوند. اسلامی امارت دی ټولو فرامینو او د احکامو په اجرا او تنفیذ کې کومه ستونزه نه لري. دغه حکمونه به هم په ټولو مجاهدینو عملی شي، تطبیق به شي، په دې اړه کومه ستونزه نشته. او په تیر کې هم موږ د فرامینو او د احکامو په اجرا کې د کومې ستونزې سره مخ شوي نه یو. بیشتر از این فرمان، شماری از نیروهای نظامی در خانه های برخ مقام های سیاسی و نظامی دولت سرنگون شده اشرف غنی جابجا شده بودند. این تصمیم تازه حکومت از سوی شهروندان نیز مورد استقبال قرار گرفته است. از تصمیم امارات اسلامی راضی هستیم. خانه های شخصی، ملکیت شخصی هر شخص می باشه و نظامی ها باید در مکان نظامی خود بره. اقدامی که رئیس الوزراء طالبا گرفتن اقدام بسیار خوب است. ما امیدوار هستیم که امیت و کارهایی که انجام دادین بعد از این انجام بتن و از خانه شخصی مردم باید براین. پیش از این نیز حکومت یک کمیسیون امنیتی را برای تأمین امنیت کابل گماشته بود تا امنیت جان و مال شهروندان را تأمین کند. پاکستان سند عبوری یا گت پاس برای داخل شدن به این کشور را لغو کرده است. سفیر پاکستان در افغانستان میگوید که حالا تنها مدرک قابل اعتبار برای سفر افغان‌ها به پاکستان ویزا است. پس از فروپاشی دولت در افغانستان، پاکستان با وضع محدودیت سفر به این کشور در کنار داشتن ویزا یک سند عبوری هم وضع کرده بود، موردی که به یک دردسر کلان مبدل شده بود. وزیر خارجه قطر بار دیگر از کشورهای دوست این کشور خواسته که دولت تازه افغانستان را منزوی نکنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی که در یک نشست خبری با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه صحبت میکرد، تاکید کرده که جهان باید با دولت افغانستان کار کند. قطر پیش از این هم از جهان خواسته بود که با دولت تازه افغانستان همکاری کند و نگذارند این حکومت منزوی شود. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تازه دریافته که بانک مرکزی افغانستان هفته ها پیش از فروپاشی دولت بیشترین ذخیره های ارزی دلار خود را کاهش داده بود. این گزارش که برای پشتیبانان جهانی افغانستان تهیه شده نشان می دهد که این امر سبب تشدید بحران اقتصادی کنونی در افغانستان شده است. بر اساس این گزارش، چگونگی مدیریت بانک مرکزی پیش از فروپاشی دولت از جمله لیلام بیرویه دلار و انتقال پول از کابل به نمایندگی ها در ولایت ها سبب کمبود پول نقد در این بانک شده است. هادی سحر. بانک مرکزی افغانستان که اقتصاد کشور را مدیریت می کند، برای نخستین بار نیست که خبرساز می شود.
ظاهرا آشفتگی فعلی در بازار و نگرانی ها از فروپاشی اقتصادی از ضعف مدیریت و فساد در بانک مرکزی ریشه می گیرد. یک گزارش محرمانه که از سوی مقام های بلند پایه جهانی برای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تهیه شده نشان می دهد که کمبود پول در بانک مرکزی به پیش از فروپاشی دولت برمی گردد. این گزارش که از سوی رویترز به نشر رسیده نشان می دهد که ذخیره های ارزی پول خارجی در خزانه بانک مرکزی در کابل تمام شده و بانک مرکزی نمی تواند درخواست های نقدی را اجرا کند. دلیلش هم روشن است. مدیریت ضعیف در بانک مرکزی پیش از فروپاشی دولت. در این گزارش آمده که این بانک از اول جون تا 15 آگوست 1.5 میلیارد دلار را در بازار لیلام کرده. رقمی که نویسندگان این گزارش آن را بسیار بالا خوانده است. در این گزارش آمده که بانک مرکزی تا 15 آگوست 700 میلیون دلار و 50 میلیون افغانی از بانک های تجارتی بدهکار بوده. در بخش از این گزارش آمده که بخش از ذخیره های بانک مرکزی به نمایندگی ولایت ها انتقال یافته. آن هم در پایان سال گذشته میلادی که وضعیت امنیتی در ولایت ها چندان خوب نبوده. بر بنیاد این گزارش بخش بزرگ از این پول ها در ولایت ها به سرقت رفته است. در پیوند به گزارش رویترز، گفتگوی با آقای عبداللطیف پدرام، رئیس کنگره ملی افغانستان انجام دادیم که میتوانید بیننده باشید. درود بر شما. بدون تردید نه تنها رویترز اخیراً اعلام کرده که حتی حدود یک دو سال پیش هم این بحث بود، وقتی که نا پولا را انتقال داده بودن از خیلی جا به بانک مرکزی و بعد از بانک مرکزی انتقال شده بود پول و کشورهای مختلف و بیرون. این مسئله روشن بود. اگر شما بیاتان باشه، همین امسال آقای زاخیلوا در کنفرانس خبری در هتل سرینا گفت که تای همین سالهای پسی در همین دوره حکومت غنی چه حدود 50 میلیارد دلار از افغانستان خارج شده. حالا نگفتن که 50 میلیارد دلار از بانک مرکزی و از بانک‌ها خارج شده، ولی روشن بود بحثش که این فساد مالی در زمان حکومت آقای غنی صورت گرفته. در اون کنفرانس من دعوت بود حتی اصلا شرکت بکنم. آقای کرزی بود، آقای غنی بود، آقای دکتر مهدوی بودن که اونجا به صاحب روشنی حرف گفت، ولی شک وجود نداره که نو پولای زیاد در انتقال دادن و بخشی از پولا هنگام فرار آقای غنی انتقال داده شد که بقایای اون پولها را شما در ارگ ریاست جمهوری دیدین که همون نیروهای طالبان عکاسی کرده بودن و نشان دادن در معرض نمایش گذاشتن. مسلما در این هیچ شکی نیست که بانک‌های افغانستان اینا خالی کردن و به همین دلیل عمدتاً فساد رژیم غنی، رژیم مسائل مالی و فساد مالی بود. یعنی واقعا یکی از دلایلی که شکست خورد و حمایت بین المللی را از دست داد و با بی‌اعتنایی جهان روبرو شد به دلیل فساد مالی بود و خودش هم بارها میگفت که 50% عواید گمرک دزدی میشه. خب چی کسی دزدی میکرد؟ خب خودش دزدی میکرد و آجودان ها وارد بخواهش. درست. پدرام صاحب، بخش دیگری گزارش سوی مدیریت در بانک مرکزی بوده. چی فکر میکنین؟ با باور شما واقعا اشرف غنی بر فرارش ماها پیش تدابیر مالی گرفته بوده؟ بدون تردید اینا ببینید برنامه های ساختن برام پروموت و اونجا میلیون ها دلار هایف و میل کردن و دزدی میکردن برام که ما دخترها و پسرهای جوان تربیت میکنیم. بعد اینا آمدن برنامه های دیگری داشتن برام اسیستانت های تکنیکی که ما یک بار در شورای اینا را خواستیم و دیدیم چی فساد گسترده مالی هست برای هر یک از این آدمایی که در این مسئله در این همکاری های تکنیکی آوردن 500,000 افغانی، 5,000,000 افغانی معاش، 10,000,000 افغانی معاش واقعا وحشتناک بود و اینا اصلا کاری نداشتن. این پوست هایی که نه حقوقی بود نه رسما برمان یک پوست از طرف در ساختار اساسی تشکیل دولت وجود داشتن. اینا به روش های مختلف دزدی کردن از پول موبایل و تلفن و نمیدارم تا این اسیستانت هایی که کمک تکنیکی میکردن تا روش های مختلف دزدی و شما بعدا دیدین که اینا چقدر آدم های بیمایه بودن. همین آدم های دور بر آقای غنی جمع شده بودن، آقای محیط بگیره تا آقای فضلی بپیه، یک آدم های گند کسافته که به سادگی هم کشورشان را رها کردن فرار کردن. حالا که شما فکر میکنید اینا را میبینید که شما با چه موجودات علیلی بیکاره فاسدی که
آمدن و فقط دزدی کردن روبرو بوده. مسلما همش برنامه بود، میدونست که فرار میکنه، میدونست که از این کشور میره. برای همین همه پولا رو حیف و میل کردن. 80% مردم بیکار شدن، 14 میلیون زیر کمربند فقر قرار گرفت. یک کاری اساسی خدمات به عنوان دولت اینا ندادن. مسلما بخش از پروژه و فساد فروپاشی افغانستان بودن و در همشان هم شریک بودن و هم آگاهانه شریک بودن. درست پترام صاحب، شما در صحبت هایتان اشاره داشتین از جمله از دزدیای کلان یادآوری کردین. ما یک پارلمان داشتیم و میتونستن که حکومت را وادار بسازن و همشان ازشان پاسخگویی کنن. چرا پاسخگویی نکردن و چرا پرسیدن نشد؟ پارلمان از پیشان نپرسیدن؟ ببینید، این پارلمان خودش فاسدتر از نظام بود. یعنی من با احترامی که با یک عده خیلی قلیل از اعضای باشرف مجلس نمایندگان دارن، دو سو این مجلس آدم های فاسدی بودن. شما دیدید که رؤسای کمیسیون انتخابات زندانی شدن به دلیل فساد در همین پارلمان، اما نتیجه کارشان درست بود. یعنی رفتن در پارلمان، اما به جرم این که اینا آمدن رأی خریدن و فروختن در زندان بودن. شما این تناقض، این پارادوکس رو میبینید؟ وحشتناک بود. درست. پدرام صاحب، با عنوان جنبندی، وقتی نام از سرمایه ملی افغانستان به اخما برده میشه، مسئولیت پلیس انترپول و همچنان دولت جدید چی است؟ ببینید اینا، ببینید رئیس جمهور ترکمنستان چند پیش تحویل دادن و ترکمنستان برای فساد مالی آقای اکبر، اینها از نظر قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و انترپول اینا را باید تحت پیگرد قرار بده و از اینا بازخواست بکنه که ایکاش اگر یک حکومت مورد قبول مردم در کبود اینا باید تسلیم داده می شدن، در دادگاه مجازات می شدن. حال اگر چنین چیزی نیست، لااقل حقشان این است که در محاکم زرب که مربوط به این مسائل دادگاه بشوند و پولاشان بلاک بشوند در بانکای هست و در یک فرصت مناسب به حکومت قانونی افغانستان اگر اجازه شده که حکومت قانونی تحویل داده شود. باید به اینا پناهندگی نده. من از تمام کشورها میخواهم و فراریان رژیم کابل از صدر تا زید نباید پناهندگی بودن. خب آدم هایی که معمولی بیچاره که مسئله شان بوچه است، فرار هم نمیتونن بکنن، پول هم ندارن. اما این آدم های دیگری که در فساد مالی شریک بودن و سیگار میدانن لیستش در اختیارشان است، اینا باید مورد پیگرد قرار بگیرن، پناهندگی داده نشوند و در فرصت مناسب افغانستان برگردانده شوند برای بازجویی. بسیار تشکر آقای لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، از اینکه از طریق خط اسکایپ وصل شدن. در ادامه خبرها هم این که همزمان با توقف فعالیت بیش از 100 رسانه در افغانستان، اتحادیه اروپا میگوید که فعالیت آزاد رسانه ها برای رشد جامعه افغانستان ضروری است. اتحادیه اروپا گفته که نظارت و بررسی رسانه‌ای به حکومتداری بهتر و عدالت منجر می شود. این در حالی است که در کمتر از دو ماه پس این دست کم 153 رسانه در افغانستان فعالیت هایشان را متوقف کردند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که در این مدت 7000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان متاثر شدند. بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در یک هفته پسین 4 بازرگان ربوده شدند. مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری همچنان از حکومت میخواهند تا بیدرنگ در راستای تامین امنیت بازرگانان دست به کار شود و از ادامه این وضعیت جلوگیری کنند. همزمان با این، کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در راستای تامین امنیت بازرگانان تلاش‌های جدی ادامه دارد. مردم هرچند از امنیت در کشور خرسندند، اما تاکید دارند که وضعیت امنیتی بهتر شود. فرشاد داریوش در این مورد گزارش می‌دهد. نگرانی بازرگانی از تهدیدهای امنیتی. اتاق تجارت و سرمایه گذاری در تازه ترین مورد گفته که تهدیدهای جانی در برابر بازرگانان دوباره شکل گرفته است. بر بنیاد آمارهای این نهاد، در یک هفته پسین 4 بازرگان ربوده شدند. هنوز هم یک بدبختانه همین دزدایی که همین اختطافگرایی که در محبس بوده و برامده و در این هفته هم 4 نفر در کابل اختطاف شده و مشکل وجود داره. اختطاف ها باز شروع شده چون تجار خلی سلا هستن، بردیگردار نداره. این مشکل وجود داره، اما کسایی که در افغانستان است و از افغانستان فکر نکنیم که برای این بخاطر که اینجا سرمایه ایش است و کاروبار جریان داره، اما کسی که رفته او رفته. بازرگانان از کابینه سرپرست می خواهند تا بدرنگ در راستای تامین امنیت آنان تلاش های جدی را آغاز کنند. در این میان مردم هم هرچند از بهبود امنیت در کشور رضایت دارند، اما خواهان بهتر شدن آنند.
اگر می خواهی که تجارت افغانستان باشن، سرمایه گذاری کنن و از امارات اسلامی پشتیبانی کنن، باید امنیتی تجارا و تمام مردم های با نفوذ گرفته شود. خواست ما از امارات اسلامی همین است که امنیت کنه، صلح کنه، که برده تجارا در افغانستان سرمایه گذاری کنه، که مردم دیگه هم برده در پلوش برمن شود، سرگردان و پریشان نشود. به کشور خارج یک چی قدر افغان میرفت در کشور خارج نرفت؟ اخو که برد اگر امنیت و صلح در افغانستان باشه، چرا مردم سرگردان شود؟ آدم ربایی و باجگیری در دو دهه پسین از کلانترین چالش ها فراراه کار بازرگانان در افغانستان به شمار می رود. موردی که نگرانی ها را در پیوند به فرار سرمایه گذاران از کشور مطرح کرده است. حالا حکومت با توجه به این انتقادها تأکید دارد که برای تأمین امنیت بازرگانان تلاش جدی دارند. در رابطه با مشکلاتی که به تاجران ملی به پیش می آید، امارات اسلامی افغانستان این موضوع را بسیار به جدیت نوت کرده است و با تاجران وارد گفتگو شده است و روی بعضی مسائل توافق هم صورت گرفته است و انشاءالله به همه مشکلات تاجران عزیز ملی رسیدگی می شود و این موضوع در اولویت های کاری امارات اسلامی افغانستان قرار دارد. با این همه افغانستان در حال حاضر از راه گذر اقتصادی روزهای دشوار را پشت سر می گذارد. مردم در این میان از حکومت انتظار دارند تا برای رشد دوباره اقتصادی در کشور از سرمایه گذاران و بازرگانان پشتیبانی همه جانبه کند. قرار است تا دو هفته دیگر 20 کشور ثروتمند جهان در مورد افغانستان نشست فوق‌العاده برگزار کنند. ایتالیا اعلام کرده که گروه متشکل از 20 کشور ثروتمند جهان موسوم به G20 تا دو هفته دیگر نشست را برای چگونگی جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان برگزار می‌کنند. نخست وزیر ایتالیا گفته که این نشست در 12 اکتبر برگزار خواهد شد. او که ریاست دوره گروه 20 را به عهده دارد، هدف از برگزاری این نشست را گسترش بحث جهانی درباره بحران افغانستان خوانده است. همچنان قرار جامعه جهانی در راستای جلوگیری از تبدیل شدن دوباره افغانستان افغانی جهانی نیز در این نشست بررسی شود. اداره پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف 32 متریک تن تجهیزات بهداشتی نجات بخش به افغانستان کمک کرده است. یونیسف اعلام کرده که نخستین هواپیمای حامل این تجهیزات بهداشتی روز گذشته به فرودگاه بین المللی کابل رسیده است. یونیسف در خبرنامه گفته که این تجهیزات کمکی شامل داروهای ضروری، محلول نمک، آنتی بیوتیک ها و لوازم جراحی می شود. یونیسف گفته که این مقدار کمک نیازمندی های بهداشتی حدود 100,000 بانو و کودک را در 3 ماه آینده مرفوع می کند. از سوی هم سفیر چین در کابل گفته که نخستین بسته کمک های بشردوستانه این کشور روز گذشته به کابل رسیده است. آل هم چند خبر کوتاه از جهان. در یک درگیری میان دو گروه از زندانیان در اکوادور بیش از 100 تن کشته شدند. در این درگیری که در زندان شهر ساحلی گوایکول اکوادور رخ داده، 116 تن کشته و کم از کم 52 نفر زخمی شدند. مقام های اکوادور این رویداد را بدترین کشتار جمعی در تاریخ زندان های این کشور خوانده و گفته که کم از کم 5 تن در این درگیری گردن زده شدند. رئیس جمهور اکوادور پس از این رویداد در زندان های این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. مقام ها این درگیری را با فعالیت های گروه های بین المللی مواد مخدر که برای کنترل زندان ها تلاش می کنند مرتبط می دانند. این درگیری برای 5 ساعت به طول انجامیده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه به دلیل تامین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی خود در سال 2012 مجرم شناخته شد. آقای سارکوزی متهم است که 22 میلیون یورو یعنی چیز حدود 2 برابر بیشترین مقدار قانونی برای رقابت‌های انتخاباتی سال 2012 هزینه کرده. رقابتی که در نهایت با شکست او در برابر فرانسوا اولاند به پایان رسید. سارکوزی 66 ساله اتهام هر گونه تخلف را رد کرده است. دادستان‌های پرونده برای او مجازات 1 سال حبس شامل 1 دوره 6 ماهه تعلیقی پیشنهاد کردند. آقای سارکوزی همچنین به اتهام‌های مبنی بر دریافت پول از معمر قذافی، رهبر سابق لیبیا برای تأمین بودجه مبارزات انتخاباتی سال 2007 و همکاری یا الیگارشی روسیه تحت بازجویی قرار گرفته است.
در مهمترین های ورزش امروز، از پیروزی ملی پوشان تنس روی میز افغانستان در رقابت های قهرمانی آسیا برابر عمان و راه یافتن این تیم به دور بعد، پیروزی آرژانتین برابر برزیل و راه یافتن این تیم به دیدار نهایی جام جهانی فوتسال، همچنان رقابت های مهم فوتبالی در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا خواهیم گفت. در این بسته تصویری، ملی پوشان تنس روی میز افغانستان در مرحله نخست رقابت‌های جام آسیا با یک پیروزی برابر عمان و دو شکست برابر تیم‌های بحرین و اندونزیا به عنوان تیم سوم راهی دور بعدی این رقابت‌ها شدند. بازیکنان ملی پوش تنس روی میز کشور قرار است در رقابت نخست دور دوم مسابقات آسیاییشان امشب برابر بنگلادش وارد رقابت شوند. رقابت‌های آسیای تنس روی میز با میزبانی قطر برگزار شده است که به نمایندگی از افغانستان 3 ورزشکار اشتراک کردند. ملی پوشان کشور پس از پایان اردوگاه تمرینی یک ماهه در ایران به این رقابت‌ها گام گذاشتند. آرژانتین با غلبه بر برزیل خود را به دیدار نهایی جام جهانی فوتسال 2021 رساند تا برای دومین قهرمانی پیهم بجنگد. تیم ملی فوتسال برزیل و آرژانتین دیشب در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2021 به مساف هم رفتند که آرژانتین با نتیجه 2-1 به برتری رسید. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابت ها امشب و با دیدار تیم های قزاقستان و پرتغال برگزار می شود. برنده این رقابت یک شنبه هفته پیش رو در دیدار نهایی برابر آرژانتین صف آرایی خواهد کرد و بازنده بازی هم همین روز حریف برزیل در دیدار ردبندی خواهد شد. و در ادامه بازی های شب دوم از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بایرن مونیخ، یوونتوس، منچستر یونایتد و بنفیکا به پیروزی دست پیدا کردند، اما بارسلونا و چلسی تن به شکست دادند. بایرن مونیخ در گروه ای با نتیجه پرگل 5-0 مهمان خود دینامو کیف اوکراین را در هم کوبید. در دیگر بازی این گروه بارسلونا در خانه بنفیکا با نتیجه 3-0 تن به شکست داد. در گروه اف منچستر یونایتد در دیدار خانگی به مساف ویاریال رفت، دیدار که با نتیجه 2-1 به سود شیاطین سرخ تمام شد. دیگر بازی این گروه را آتلانتا 1-0 برابر یانگ بویز برنده شد. همچنان در بازی های گروه جی سالزبورگ در خانه با نتیجه 2-1 از سد لیل گذشت و مساف تیم های ولفسبورگ و سیویا هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. و اما در بازی های گروه اچ یوونتوس با 1 گل چلسی مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها را در هم کوبید و زنیت با 4 گل از سد لیل گذشت. ممنون که بیننده خبر 5:30 بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. Thank you.